سرخط خبرها تلاش آمریکا برای افزایش فشار بر ایران پومپو میگوید هر کس پا از تحریم ایران فراتر بگذارد با آمریکا روبرو رو می شود یک نماینده مجلس ایران خواستار پرداخت قرامت به متهمانی شد که به زور به ترور دانشمندان اتمی ایران اعتراف کرده بودند تحقیقات بی بی سی فارسی نشان داد متهمان بیگناه بودند جشن سالگرد استقلال افغانستان در دارالمان قصری ویران در جنگ های داخلی امروز بعد از بازسازی میزبان تجلیل از 100 سال استقلال مواد ارزشمندی که در وسایل الکترونیکی کهنه به جا مانده فقط در بریتانیا تا چهل میلیون دستگاه قابل بازیافت وجود دارد سلام و عصر خیر یونان گفته به نفکش ایرانی گریس یک که حالا با نام آدریان دریای یک در دریای مدیترانه در حرکت است کمک نخواهد کرد این بعد از آنکه آمریکا یک بار دیگر تهدید کرد هر کشوری با ایران معامله کند تحریم خواهد شد سه روز پیش این نفکش ایرانی بعد از آزادیش از آبهای جبل طارق به مقصد یونان به حرکت افتاد وزیر خارجه ایران امروز بار دیگر اروپایی ها را به علت وضعیت فروش نفت ایران سرزنش کرد. رئیس جمهوری ایران هم حسن روحانی تهدید کرده که در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رسیدن صادرات نفت ایران آبراهای بین نمیتوانند. به قول او امنیت سابق را داشته باشند. شبنم شعبانی و جزیات بیشتر. In May of 2019, in گلایه‌های های وزیر خارجه ایران از اروپایی ها در عمل نکردن به تعهداتشان به ما در چند ماه گذشته یازده بار تعهد داده شده قولها و تعهدها شامل خرید نفت ایران بود شامل بازگشت پول و سرمایه گذاری در ایران بود شامل تأمین قطعات هواپیما برای ایران بود شامل فرستادن فناوری به ایران بود اما هیچ کدام عملی نشدند حیاتی ترین خواست ایران بازگشت نفتش به بازار جهانی با وجود قولهای رسمی و غیر رسمی اروپایی ها زیر فشارهای آمریکا عملی نشده. اینها سخنان وزیر خارجه آمریکا در حاشیه جلسه شورای امنیت درباره ثبات و امنیت در خاورمیانه ایالات متحده آمریکا مجموعی از تحریم ها را علیه ایران وضع کرده تا مانع صادرات نفت خام آن شود ما روشن کرده ایم که هر کس پا را از این تحریم ها فراتر بگذارد یا به ایران کمکی در این رابطه کند هر کشوری که اجازه دهد نفت ایرانی در ساحلش پهلو بگیرند بداند که با خطر تحریم های آمریکا روبرو خواهد بود آمریکا میگوید تحریم‌هایش توانسته جلوی فروش روزانه دو میلیون و هزار بشک از نفت ایران را بگیرد. حرکت نفتکش های ایران بعد از قائله توقیف یک ماه و نیمه ای گریس یک در جبل و تارق حالا بیش از هر زمانی زیر ذره رفته. نفتکشی که ناگزیر شد نامش را تغییر دهد و با وجود رهایی از توقیف هنوز معلوم نیست دو میلیون بشک نفتش را به کدام مقصد میبرد. امروز یونان روشن کرده که هیچ کمکی به نفتکش قولپیکر ایرانی نخواهد کرد. کشوری که یکی از بندرهایش ظاهرا مقصد این کشتی بود. ادامه این وضعیت احتمالا ایران را خشمگین نگه خواهد داشت و التحاب را در تنگه هرمز بالاتر خواهد برد. به ویژه که حالا اطلاف آمریکا برای حفاظت از کشیرانی در تنگه هرمز یک متحد دیگر هم پیدا کرده. این رفتار برهمزننده ثبات تهدیدی علیه منافع استرالیا در منطقه است. های برجام به شمار افتاده. ایران ناراضی از شرایط آماده گام بعدی کاهش تعهدات برجامیش می‌شود توافقی که سرنوشتش حالا با نفتکش های سرگردان ایران بر آبراههای جهان گره خورده. شبنم شعبانی بی بی سی بهمن کلباسی از نیویورک با ماس بهمن در جلسه شورای امنیت دیشب به وقت اینجا و ایران درباره ایران صحبت های زیادی کرد آقای پومپو چی گفت؟ اون چیه که روایت آقای و در این جلسه شوراست بیشتر بر این متمرکز بود که ببینید ما بعد از اینکه فشارمون رو افزایش دادیم برای اینکه ایران نتونه نفتش رو بفروشه ایران دست به این کارهای در منطقه زده که بی ثباتی رو افزایش داده چه حمله هم یا به قول او تلاش برای توقیف انواع کشتی هایی که در خلیج فارس و تنگه هرمز هستند حمله حملاتی که یمنی حوسی ها در یمن می‌کنند به عربستان از جمله به یک فرودگاه و اینکه غنی‌سازیش رو افزایش داده میزان اورانیوم غنی‌سازی شده‌اش از 300 کیلوگرم بیشتر شده همه اینا رو نشان داد برای اینکه بگوید که جامعه بین باید فشار رو بر ایران بیشتر بکنه این البته در تضاد کامل هست با حرفای خود آقای پمپو که دو هفته پیش در یادداشتی در روزنامه USA اس ای درست برعکس میگفت که سیاست آمریکا فشارهای آمریکا منجر شده که ایران در منطقه نتونه به عمل کردش که با موجب بی ثباتی میشه اونطور که در گذشته ادامه میداد ادامه بده دنچه این دوتا خیلی با هم نمیخونه ولی به نظر میاد که مخاطب این حرفها متفاوته اون اولی رو بیشتر برای افکار داخل آمریکا میگن چون بگویند که سیاست ما در آمریکا سیاست ما در برای ایران موفق بوده و این یکی رو در, برای افکار عمومی بلونلی که بتونن بیشتر کشورها رو ترغیب بکنن که بپیوندن به سیاست آمریکا ولی در جلسه مثل دفعات قبل که در شورای امنیت به خصوص بر سر برجام دیدیم که نه فقط روسیه و چین بلکه اروپایی ها هم حتی سفیر بریتانیا که بعضی ها شک و تردید وجود داشته که آیا داشتن داشت که چقدر با سیاست آمریکا نخست وزیر جدید همراهی خواهد کرد تاکید کردند که برجام تنها راه حفظ به اصطلاح این برنامه هسته ایران زیر نظارت بین المللی است و برای اینکه به فشار و بی ثباتی در منطقه کاهش پیدا بکنه باید برجام حفظ بشه در نتیجه این تضاد در بین حرفای آقای پومپو و حرفای همتایان اروپاییش کاملا مشخص بود بهمن خیلی ممنون بهمن کلباسی از نیویورک رئیس جمهوری آمریکا که قرار بود دو هفته دیگر به دانمارک سفر کند حالا گفته چون نخست وزیر آن کشور تمایلی به صحبت درباره فروش گرینلند به ایالات متحده ندارد این سفر را لغو میکند در روزهای گذشته دونالد ترامپ از مشاورانش خواسته بود خرید گرینلند را بررسی کنند خبری که مقامهای دانمارک چندان روی خوشی به آن نشان ندادند گرینلند با تقریبا 60,000 نفر جمعیت در نزدیکی قطب شمال با مساحتی به بزرگی بیش از مجموع آلمان، فرانسه و اسپانیا جزی از خاک دانمارک است. جزیات بیشتر از هادی نیلی. حرفی که اول خیلی ها شوخی گرفتند حالا باعث شده سفر دونالد ترامپ به یکی از کشورهای همپیمان استراتژیک آمریکا لغو شود. او که اول پشت درهای بسته ایده خریدن گرینلند از دانمارک را مطرح کرده بود، حالا علنی اعلام کرده که چون مد فردرکسن نخست وزیر دانمارک تمایلی به صحبت در این باره نداشته سفر از پیش برنامه ریزی شده اش را لغو میکند او در روزهای گذشته خودش هم قاطی شوخی ها درباره این ایده شده بود و به مزاح نوشته بود قول میدهد در گرینلند برجی این نسازد گرینلند جزیره ای در اقیانوس منجمد شمالی و اقیانوس اطلس در شمال کانادا یک منطقه خود مختار است تحت حاکمیت دانمارک آمریکا در این منطقه پایگاه های نظامی و تحقیقاتی دارد و دهه هاست برای واشنگتن اهمیتی استراتژیک دارد دانمارک گفته بود که گرینلند سرزمین خود مختار است و آماده مذاکره درباره مبادلات تجاری و سرمایه گذاری اما موضوع فروش مطرح نیست خود دولت گرینلند هم گفته بود این ایده دونالد ترامپ را نشانه علاقه آمریکا به مشارکت در بهره برداری از امکانات سرشار این جزیره میداند و آماده همکاری نزدیکتر با آمریکاست. ایالات متحده بخش های بزرگ و مهمی از خاک کنونیش را از کشورهای دیگر خریده. از جمله آلاسکا که حدود یکونیم قرن پیش از روسیه خرید. آن زمان به مبلغ 7 میلیون و 200 هزار دلار، معادل 125 میلیون دلار حالا الان هم خیلی ها در آمریکا گرینلند را دروازه دسترسی به قطب شمال می بینند. در گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا به کنگره آمده که قطب شمال بیش از یک پنجم نفت و گاز جهان را دارد و به زودی میدان رقابت قدرتهای بزرگ خواهد شد و استراتژی رقبای اصلی آمریکا یعنی چین و روسیه در قبال آن تهاجمی تر می شود. هر دو همین حالا هم در قطب شمال دست بالا را دارند. روسیه بابت جغرافیایش و چین با سرمایه گذاری قابل توجه از جمله در گرینلند. با این اگر هم برای کسانی در واشنگتن ایده خرید گرینلند جدی باشد فعلا به نظر نمی رسد راهش چندان هموار باشد هادی نیلی بی بی سی رئیس جمهوری ونزوئلا تایید کرده که بعضی از مقام های ارشد دولت او با آمریکا مذاکراتی داشتند نیکولاس مادورو گفت این مذاکرات با اجازه او ماهاست ادامه داشت. پیشتر بعضی از رسانه ها گزارش داده بودند که یکی از اعضای بلندپایه دولت ونزوئلا با آمریکا درباره کنارگیری آقای مادورو گفتگو کرده رای جمهوری آمریکا هم تایید کرده که مذاکراتی در سطح بسیار بالا جریان دارد ولی جزئیاتی ارائه نکرد اعضای شورای حاکم جدید سودان کارشان را شروع کردند این شورا قرار است که انتقال کشور به یک نظام دموکراتیک را اداره کند بناس جنرال عبدالفتاح برهان به مدت 21 ماه رئیس شورای حاکم باشد و بعد از آن جایش را به یک غیر نظامی بدهد تا حدود سه سال دیگر که انتخابات برگزار شود بقیه اعضای شورای حاکم پنج نظامی هستند و پنج غیر نظامی از جمله عبدالله همدوک که نخست وزیر شده عمر البشیر رئیس جمهوری پیشین سودان چهار ماه پیش بعد از سی سال سرنگون شد در پی استعفای نخست وزیر ایتالیا رئیس جمهوری رایزنی رای با رؤسای مجلس نمایندگان و سنا و احزاب را احزاب سیاسی را آغاز کرده سرجو ماتارلا باید به عین برگزاری انتخابات زود هنگام یا دادن وظیفه تشکیل دولت به یک نخست وزیر جدید تصمیم بگیرد جوزپ کنته در سخنرانی استعفا از نخست وزیری معاون راستگرایش مائتو سالوی سالوینی را به تخریب اقتصاد برای مقاصد سیاسی متهم کرد آقای سالوینی رهبر حزب لیگ است که نظرسنجی ها نشان میداد محبوبیتش رو به افزایش بوده او امیدوار است که با برگزاری انتخابات جدید نخست وزیر شود بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا قرار است تا چند ساعت دیگر در برلین با انگل مرکل صدر اعظم آلمان گفتگو کند نخست وزیر بریتانیا تلاش دارد اتحادیه اروپا را برای پذیرفتن تغییراتی در توافق خروج از این کشور ترغیب کند نزدیکان خانم مرکل میگویند که پذیرفتن درخواست آقای جانسون غیر ممکن است مهمترین خواسته او لغو طرحی است که به موجب آن اگر دو طرف به توافق تجاری نرسند ایرلند شمالی را تحت قوانین گمرکی و تجاری اتحادیه اروپا نگه می‌دارد علی متحری نماینده مجلس ایران گفته باید به کسانی که به زور به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کرده بودند قرامت پرداخت شود. هفت سال پیش تلویزیون ایران تصاویر 13 نفر رو پخش کرد که اعتراف میکردند که در اسرائیل آموزش دیدن و دانشمندان اتمی را ترور کردند. تحقیقات بی بی سی فارسی نشان داد که به غیر از یک نفر همه متهمان پرونده که 107 نفر هستند همگی بیگناه بودند و بیگناه آزاد شدند. جیار گل همکارمان که این موضوع رو تحقیق کرده با ماست اینجا در استودیو جیار آقای متحری مشخصا چه گفتم خب صحبت های آقای متحریب به تنبال صحبت های محمود صادقی نماینده دیگر و سخنگوی دولت حال داره درباره این موضوع و این داستانی که بی بی سی مطرح کرد اکسل عمل نشون دادیشون گفته باید از, از این افراد دلجویی بشه غرامت داده بشه و از اونا بر حال بشه و همچنین افرادی که باعث این موضوع بودن برن اسخاهی کنن اما هیچ اشاره ای نکرده که آیا این افراد باید مجازات بشن عاملان و آمران این اعترافات اجباری و ساختگی باید چه, چه عملی با اونا انجام بشه بعد یه جایی هم آقای میگه باید از نظام تشکر کرد که پادرمیانی کرده و نذاشت این افراد بیگنا کشته بشن و آقای اطلاع جزی از نظام دقیقا اگه نگاه بکنید آقای متحری ظاهرا جزو معدود نمایندگانی بوده حداقل ما میدونیم که از همون روزهایی که این افراد در زندان بودن میدونه سینا بیگناه هستن چرا که خونواده بعدی از این افراد متهم شده به ترور دانشمندان هسته رفته بودن پیشش و در مصاحبه که من با مازیار ابراهیمی و شخصی که با ما صحبت کرد ای از این افراد که حاضر شد و جرأت داشت با ما صحبت کنه داشتیم اشاره کردن و به نظر می رسه خیلی تلاش است این موضوع به یک نفر ربط داده بشه در صورتی که 107 نفر شکنجه شدن تحت شدیدترین شکنجه ها و دوازده سیزده نفر از اونها اومدن به تلویزیون و اعتراف کردن ما به یک گوشه ای از این مصاحبه ای که با مازیار داشتم اشاره میکنه که آقای متحری دنبال کرده پروندهشون رو ما هم گوش بدیم و ببینیم ساعت هشت صبح خیابان گلنوی روز حادثه عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود در این من مسئول عملیات خودم. اینجا تو میگی مسئول عملیات بودی فکر میکنید چه عاملی باعث شد که شما اعدام نشید من فقط فکر میکنم درگیری های خودشون یعنی رقابت در... بین دستگاه های مختلفه امنیتی ایران مثل اطلاعات سپاه اطلاعات و اونطور که خانواده میگفتن قضیه گویا کشیده رو به مجلس آقای علی متحری و اون حالا همکاراش تیمش هر چی کسایی که دنبال واقعیت میگشتن چون گویا اونجا مطرح شده بود که باز وزارت باز این کلمه خیلی مهمه باز وزارت اطلاعات یه سری آورد تو تلویزیون اعتراف گرفت ازشون کو سندش کو مدرکش دیگه هفت آدم رو زدن شلپل کردن آوردن اینجا یه دونه ترقم هم از اینا نگرفتن سند خب. جور تو, تو, تو سر هفت آرام بزرق. بدبخت و من فکر میکنم یه دلیلی دیگه هم که باز زنده موندیم این بود که زیاد بودیم صحبت های مازیار ابراهیمی که به زور مجبور به اعتراف شد جیار وزارت اطلاعات گفته بود که درباره این گزارش تو و اینکه اینها مجبور شدن اعتراف های دروغین بکنند و اینها از تلویزیون پخش کردن اینها صحبت کنه چه شد؟ چرا وزیر اطلاعات چیزی نمیگه؟ چرا وزارت اطلاعات چیز نمیگه؟ خب دقیقا محمود علوی وزیر اطلاعات فورا بعد از پخش این گزارش بی, بی سی گفت یک به یک نشست مطبوعاتی خواهد داشت و به سوالات خبرنگاران با اطلاعات بیشتر برخواهد گشت و جواب خواهد داد هنوز بعد از حدود سه هفته ما هیچی نشنیدیم خب روز دوشنبه هم علی ربیعی که خودش از دستگاه اطلاعاتی بوده پیشتر الان سخنگوی بسلا رئیس جمهور, بس رئی جمهور ایران ایشون هم گفت که که قبول کرد و اذعان کرد که این افراد بیگناه بودن و بر حال اعتراف ازشون گرفته شده اما ایشون هم تلاش کرد اینو کوچک جلوه بده و گفت خب بالاخره ازشون دلجویی شده اما تمام افرادی که دا به حال صحبت کردن هیچ صحبتی از همونجوری که گفتم مجازات آمران و عاملان این ها نیست آقای علی متحریم هم ناگفته نمونید در حرفای امروزش اشاره کرده به, به انفجاری که در مرقد امام رضا سال 1373 رخ داده و همچنین اشاره کرده به قتل دیگر اندیشان قتلای زنجیره در سال 1375 گفته درباره اونها هم شبهاتی هست درباره اون انفجار باید در این مورد روشنگری بشه چرا که بعضی در, در داخل دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی ایران فکر میکنن با این گونه حرکات به نفع نظام دارن کار میکنن گفته که مقامات بالا در ارشد از این خبر ندارن اما چیزیه که فعالان حقوق بشری میگن از بالا به پایین از این موضوع خبر دارن و نمیخوان به اون رسیدگی بشه اگه میشد تکرار نمیشد جیار خیلی ممنون جیار گل اینجا در استودیو با ما برنامه خبری بی, بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میده وزیر خارجه آمریکا میگوید هر کس پا از تحریم ایران فراتر بگذارد با آمریکا روبرو رو می شود. علی مطهری نماینده مجلس ایران گفته باید به کسانی که به زور به ترور دانشمندان هسته ایران اعتراف کرده بودند قرامت پرداخت شود. در ادامه برنامه بازیافت مواد ارزشمندی که در وسایل الکترونیکی کهنه به جا مانده. گروه طالبان گفته که دور نهم مذاکرات میان نمایندگان این گروه و آمریکا تا پایان همین هفته در قطر آغاز می شود. زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم که به قطر رفته گفته در این دور از مذاکرات تلاش خواهد شد تا روی اختلاف های باقی مانده توافق شود. در همین حال دفتر سیاسی طالبان در قطر از حکومت افغانستان به خاطر اعلام نکردن فهرست اعضای هیئت مذاکره کنندهش در مذاکراتی جداگانه انتقاد کرده دولت افغانستان میگوید این هیئت تکمیل شده و آماده مذاکره است مجیب خلوتگر روزنامه نگار که مذاکرات رو با طالبان دنبال می کند از کابل با ماست آقای خلوتگر از این دور جدید چه می دانیم؟ چقدر امکان هست که به توافق نهایی برسند؟ دور جدید مذاکرات قرار است همون رقمی که شما گفتین تا شاید دو روز دیگر در قطر آغاز شود و گمانزنی های پیش از سفر آقای خلیلزاد وجود داشت مبنی به ای که امکان دارد تفاهمنامه بین آمریکا و طالبان به امضا برسد اما ما شاید پیشرفت های متفاوت با شروع سفر آقای خلیلزاد بودیم قبل از اینکه آقای خلیلزاد به سفر شروع بکنه در توییت گفتند که حاضر هستند تفاهمنامه را با طالبا به امضا برسانند در صورتی که طالبا آماده باشند وقتی آقای خلیلزاد هنوز در فاصله میانه در حد فاصله میانه قطر دوها و واشنگتن بود طالبا سرانش گفته میشه که با هم نشستن و در مورد صحبت های آقای ترامپ که روز گذشته گفته بود و به ای ازهان داشت که حضور استخباراتی آمریکا در افغانستان مسئله حتمی است و در مورد حضور نظامیش هم شرایط باید صحبت بکنه در حالی که آقای شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته که در صورتی که حتی یک فرد قراردادی آمریکا در افغانستان حضور داشته باشه اونها موقف جنگی خواهند داشت با توجه به این پیشرفت ها و با توجه به این انکشافاتی که تازه رخ داده من به عنوان یک روزنامه فکر می که بسیار بعید نیست که حتی در دور نهم هم تفاهم نامه به امضا برسه هر چند امکانات وجود داره که به امضا برسه ولی امکان از ای که دوباره به دور دیگه ای هم بفته بسیار باید نیست آقای خلوتگر ظاهرا مسئله حضور نیروهای آمریکایی مهمترین نکته ای این مذاکراته و همیشه هم آمریکا گفته بود که بخشی از نیروهاش باقی خواهند ماند در یک سطحی بنابراین چطور حالا دوباره این مسئله مطرح شده و طالبان حالا میگن حتی اگر یک نفر باشه قابل قبول نیست طالبان و افراد نزدیک به طالبان به صورت غیر رسمی و تعدادی از خبرنگاران و تعدادی از رسانه ها البته به صورت غیر رسمی اظهار نگرانی میکنن نزدیک که صحبت های آمریکا به صورت بسیار روشن با اونا برایند عملی نخواهد داشت یعنی به نحو حراس وجود داره که مبادا آنچه آمریکا میگوید و تا آخر روز به ضرر طالبان تمام شود پس از اینکه آقای دونالد ترامپ در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به صورت ای که یک شرط باشه یعنی شرط امنیت وجود داشته باشه بعد نیروها به صفر برسند و اما حضور استخباراتی در افغانستان به صورت حتم صحبت کرد و طالبا یک بارگی متوجه شدن که دارن باز هم همون نگرانی را دوباره زنده می بینن در روبرویشان و در, در, مقابل چشمانشان و این خاطر فکر می‌کنند که باید قبل از امضای گونه قرار دادی مسئله حضور نیروها را اصطلاحا یک طرفه بکنن آقای خلوتگر خیلی ممنون از شما مجیب خلوتگر روزنامنگار از کابل با من متشکرم مراسم رسمی تجلیل از صد سالگی استقلال افغانستان تا ساعت دیگر در قصر دارالامان کابل برگزار می شود. در این مراسم صدها مقام عالی رتبه دولت و دیپلومات های خارجی شرکت خواهند کرد. قرار بود این مراسم سه روز پیش برگزار شود اما به دلیل انفجار خونین در یک سالن عروسی عقب افتاد. این مراسم در قصر دارالامان برگزار می شود که دفتر کار شاه امان الله بود و از بناهای تاریخی در کابل است و تازگی بازسازی شده قصر دارالامان شکوه دیروزش را بازیافته یافته و خود نمایی می کند. این بنا که با نام شاه امان الله گره خورده حدود یک قرن پیش پایه گذاری شد برای استفاده دولت دو سال پس از پایان کار ساخت و ساز این قصر دولت امان الله فرو پاشید قصر دارالامان و تصامیمی که در صد سال گذشته در آن گرفته شد نقطه عطف در تاریخ معاصر افغانستان بود در دوره های شاه الله و حفیظ امین دفتر ریاست جمهوری بعدها مقر وزارت های دفاع فواید عامه عدلیه و در دهه 1970 میلادی مکان برگزاری لوی جرگه قانون اساسی بود اما با آغاز جنگ های داخلی این بنا بیشتر ناسب را دید و به ویرانه تبدیل شد حدود پنج سال پیش با آغاز کار حکومت وحدت ملی حرف از بازسازی این قصر به میان آمد اول نوزی که ما اینجا آمدیم وضعیت قصر دارلمان به یک مخروبه ایمان اما امروز شما عملا نیمین الله الحمد که کار بازسازی آن داره تکمیل میشه و قصر دارلمان حیات دوباره در برای قصر دارلمان از جمله هفتاد ساختمان مدرن است که با تلاش شاه تجددگرا زیر نظر گروه از مهندسان آلمانی طرح ساخته شد با 150 اتاق بزرگ و کوچک در فاصله حدود دو کیلومتری قصر تاج به جا خوش کرده که روزگار امان الله با خانوادهش در آن میزی هر هرچند این ساختمان صد سال پیش از به قدرت رسیدن شاه امان الله بنا شده اما در زمان او به گونه اساسی بازسازی شد دولت که بیش از ده میلیون دلار روی باسازی این قصر هزینه کرده میگوید طبقه اول و دوم این قصر به موزیم فرهنگی و طبقه سومیان به مهمانخانه دولتی تبدیل خواهد شد بشیر پیمان بی, بی سی، کابل علی رضا زاکانی نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به وزیر اطلاعات گفته که فسادهای چند ده هزار میلیاردی نتیجه بیتوجهی مسئولان از جمله وزارت اطلاعات است یا اینکه در این باره معامله و مصالحه شده این چهره منتقد دولت به تازگی در تلویزیون ایران و همینطور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه گفته بود یک باند از ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در فساد مالی مشارکت دارد و مانع از برخورد با متخلفان شده در پاسخ, در پاسخ رسانه ها از قول یک مقام وزارت اطلاعات بدون ذکر نام نوشتند که خود این نماینده متهم به فساد است. زندگی ما پر شده از دستگاه های الکترونیکی مثل گوشی تلفن همراه، تبلت و لپتاپ ولی وقتی این دستگاه ها کهنه می شوند با آنها چه باید؟ دانشمندان میگویند با بازیافت این دستگاه ها باید مواد ارزشمند داخل آنها را بیرون بکشیم نه اینکه برای ساخت دستگاه های جدید منابع طبیعی را از بین ببریم گزارشی از خبرنگار علمی بی بی سی ویکتوریا گیل اغلب ما تقریبا هر دو سال گوشی تلفن همراهمان را عوض می کنیم و یک جدیدتر می گیریم ولی همینطور که از فناوری جدید استقبال می کنیم دستگاه کهنه ما روی هم جمع می و مثل خیلی از ما لوئیس هم تلی از گوشی از کار افتاده دارد. برآورد می شود فقط در بریتانیا حدود چهل میلیون دستگاه الکترونیکی در کشوها و گنجه ها خاک می این نتیجه پژوهش های جدید است. اگه همه محصولات روزمره رو بازیافت می کنیم، اینها رو هم هر روز داریم استفاده می وقتی همه شنو اینطور کنار هم می بینید چی فکر می یه ذره احساس خجالت میکنم درست بهشون نرسیدیم مگه نه این کارگاه بازیافت در هودیسفیلد به بخشی از حدود نیم میلیون تن زباله های الکترونیکی میرسد که هر سال در بریتانیا بازیاف میشوند ولی این فقط بخش خیلی کوچکی از این نوع زباله هاست که در زمین های دفن زباله و در خانه های مردم روی هم جمع می اینجا مواد اولیه را از وسایل الکترونیکی استخراج می کنند. موادی که میتوان محصولات جدیدی از آنها ساخت ولی در این صفحه ها و مدارها یک مشکل بزرگ نهفته چیزی که در استخراج دوباره مواد از این دستگاه ها خیلی مهمه عناصر خیلی خیلی متفاوتیه که تو اونها استفاده شده صفحه های لمسی اکسید قل ایندیوم دارن که برای تولید این دستگاه ها آلین. در دستگاه های دیگه ای مثل صفحه های خورشیدی هم استفاده دارن و این مواد داره تموم میشه برای استخراج فقط چند میلی گرم ایندیوم یک کیلوگرم از سنگ معدنی لازم داریم که در زمین زیاد نیست So, we... حالا چطور می توانیم عناصر ارزشمند کار شده در دستگاه هایمان را در بیاوریم و استفاده کنیم مهمتر از همه این است که آنها را در سطل کنار بقیه زباله ها نیندازیم در بریتانیا فروشنده ها موظف شدند موقع فروش دستگاه جدید دستگاه قدیمی شما را برای بازیافت تحویل بگیرند شوراهای محلی هم این زباله ها را جمع می کنند برای خیلی ها مثل لوئیس مهمترین نگرانی اطلاعات خصوصیشان است ولی کارشناسان فناوری می گویند اگر گوشی را به حالت تحویل از کارخانه بازگردانید فکتوری ریست کنید اطلاعات شما محفوظ می پژوهشگران می باید شروع کنیم مواد کمیاب را از دستگاه هایمان استخراج کنیم قبل از آن که معدن هایمان خالی گل, BBC News. به پایان این بخش خبری می‌رسیم تا دقایق دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهیم